سلام، میخوایم بریم برای پیشبینی بازی مهم هفته دوم لیگ قهرمانان اروپای این فصل. اما قبلش توی لیگ پیشبینیمون عضو شدی؟ خب بچه، برای اینکه عضو لیگ پیشبینی گپ اسپورت توی فوتبال 160 برای بازی خارجی بشین، برید توی سایت یا اپ فوتبال 160 توی بخش پیشبینی ها و اینجا توی بازی خارجی عضویت در لیگو بزنید و این کد رو وارد کنید، 2R5ZQ4، و از دکمه ثبت رو که بزنید عضو لیگ پیشبینی بازی خارجی ما میشید. تا الان هم همینطور که دارید الان نگاه میکنید 204 نفر عضو شدن و نفرات برتر رو هم داریم، مثل آتیلا، رضا و بقیه بچه‌هایی که دارن رقابت میکنن برای بهترین شدن توی لیگ پیشبینی بازی خارجی یپ اسپورت. خب شروع کنیم از اولین بازی که اتفاقا یکی از جذاب ترین بازی هم است، نبرد بین آرسنال و البته پی اس جی. خب آرسنالیا بعد از مصدومیت بازیکنی مثل اودگارد خیلی هوادارشون نگران شده بودن که نکنه روی نتایجمون تاثیر بذاره، چون قطعا اودگارد بهترین بازیکن این تیم بود. اما فعلا که خیلی از این خبران نبوده، اونا تونستن مقابل سیتی مسابقه کنند، یه بازی سخت که تا آخرین دقایق هم برنده اون بازی بودن، 5 تا گل به بولتون زدن و در نهایت توی بازی آخر خودشون هم توی لیگ برتر تا قبل از این بازی تونستن 4-2 لستر سیتی رو در هم بکوبن. آرسنالیا بازی اول خودشون توی چمپیونز لیگ جدید رو هم مقابل آتلانتا برگزار کردن توی ورزشگاه امارات به میزبانی خودشون، بازی که در نهایت مساوی تمام شد و دو تا تیم نتونستن کار خیلی خاصی انجام بدن. اون طرف اما پی اس جی و لوئیس اندیکه رو داریم که دوباره قراره برگرده به لندن مقابل آرسنال بازی کنه، این دفعه با پاریس سن ژرمن. پاریسی حال اوضاعشون خیلی خوبه، از اول فصل اون همه بازی خودشون توی لیگ خودشون بردن و فقط یه دونه بازی مساوی کردن. توی بازی اول خودشون توی چمپیونز لیگ امسال هم مقابل ژیرونا بازی کردن، بازی که در نهایت تونستن به سختی 1-0 نماینده اسپانیا رو ببرن. اما وقتی در مورد پاریس سن ژرمن امسال صحبت می‌کنیم، به نظرم حتما باید یادی هم از بارکولا بکنیم. بعد از اینکه امباپه از پی اس جی جدا شد، خیلی از هوادار پاریسی نگران این بودن که کی میخواد جای امباپه یه ابر ستاره رو برامون پر کنه، که اون ستاره پیدا شده، آقای بارکولا، وینگر فرانسوی تیم پی اس جی. برادلی بارکولا در حال حاضر تونسته 6 تا گل برای پی اس جی به ثمر برسونه و قطعا پاریسی ها میتونن از نبوغ بارکولا تو بازی جلو آرسنال هم استفاده کنن. پیش بینی من از این بازی هم ما 1-0 به نفع آرسناله. یه نکته ای که من دارم کم کم دارم دقت متوجه میشم، این توی بازی حذفی، بازی چمپیونز لیگ، بازی جام حذفی و بازی حساس سر حتی توی لیگ، آرتتا همیشه تفکرش اینه که ما راه‌های نفوذ به دروازه خودمون رو ببندیم، اول فکر دفاع باشیم و بعد فکر گل زدن، و انگار توی بازی حساس سر دنبال اینه که با کمترین نتیجه ممکن کارو در بیاره برای تیمش. یعنی شما برید بازی تاتنهام ببینید، بازی رو 1-0 بردن، بازی جلوی سیتی تا دقایق آخر 2-1 جلو بودن، در نهایت کار 2-2 مساوی شد. بازیاشون توی چمپیونز لیگ سال قبل هم همینطور، اونا تا جایی که من یادم میاد جلوی بایرن یه بازی 2-2 مساوی کردن توی خونه خودشون، یه بازی هم که 1-0 توی آلیانز آرنا باختن. و کلا وقتی آرسنال با تیمای قوی تر بازی داره توی چمپیونز لیگ، من احساس میکنم که بازی کم گل ترن. حالا بریم سراغ بازی دوم، بارسلونا در مقابل یانگ بویز. خب یانگ بویز توی سالهای اخیر بهترین نماینده سوئیس توی رقابت‌های اروپایی بودن، اما موضوع اینجاست که یانگ بویز سوئیس توی لیگ 12 تیمی کشورش فعلا رتبه 11ام داره، یعنی از آخر دومه، و خب اونا قطعا شرط خیلی خوبی رو تجربه نمی‌کنن. یانگ بویز توی هفته اول چمپیونز لیگ مقابل استون ویلا بازی کردن که بازی رو 3-0 باختن. از اون طرف بارسا هم با این نتیجه خیلی بد پا به این بازی می‌ذاره. بارسایی توی آخرین بازی خودشون توی لیگ اسپانیا 4-2 به اوساسونا باختن، بازی که بالاخره انگار اون ضعفای بارسا زد بیرون ازش. همون که من از اول فصل دارم میگم، این تیم مهره نداره، این تیم مهره جایگزین نداره، اگه یکی مصدوم بشه، یکی محروم بشه، باید بره از آکادمی طرف بازیکن بیاره و قطعاً بازی دادن به بازیکن جوان تاوان داره و تو نباید روی این حساب کنی که این فصل بخوای همه جام رو ببری. همین اتفاق تو بازی جلوی اوساسونا افتادش، هانسی فلیک تصمیم گرفت به یارای اصلی تیمش میدون نده و به اونا استراحت بده برای بازی جلوی همین یانگ بویز توی چمپیونز لیگ، که در نهایت هم دیدیم نتیجه شد 4 از اوساسونا خوردن. پیش بینی من از این بازی اما نتیجه 3-1 به نفع بارسلونا. خب درسته که بارسا نتیجه بازی اوساسونا رو واگذار کرده، ولی گفتیم اونا به تیم دومشون بازی داده بودن تقریبا و خیلی از یارای اصلیش رو تصمیم گرفت که بهشون استراحت بده، و اگه اونا برگردن به ترکیب بارسا، قطعا یانگ بویز تیمی نیست که بخواد بارسا رو اونجوری اذیت کنه. بازی هم توی خونه بارسا توی مونتوجویی که، و خیلی بعید میدونم که بارسا نتونه این بازی رو ببره از حریفش. بریم سراغ یکی از جذاب ترین بازی های هفته، بایر لورکوزن در مقابل آس میلان. خب قهرمان سال گذشته بوندسلیگا این هفته یه بازی خیلی سخت رو توی لیگ خودش داشت. اونا مقابل بایر مونیخ بازی کردن، بازی که توی آلیانز آرنا بود و واقعا هم فرصت‌های خیلی کمی داشتن جلوی بایرن آماده آقای کمپانی. اون بازی در نهایت تونستن 1-1 مساوی رو بکنن. واقعا لورکوزن، من اون بازی رو دیدم به عنوان بایرنی، فقط اومده بود مساوی رو بگیره و بره و همین کارو کرد. لورکوزن هم توی بازی اول خودش توی چمپیونز لیگ این فصل مقابل فاینورد بازی کرد، بازی که
در نهایت تونست 4-0 از حریفش ببره. با درخشش فلوریان ویتس، یکی از آینده دارترین و بهترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان، که تونست 2 گل به ثمر برسونه. اون طرف اما آس میلان داریم. آس میلانی که بازی اولش به چمپیونز لیگ 3-1 به لیورپول آقای اسلوت باختش و بازی خیلی بدی هم به نمایش گذاشتن. اما بعد از اون بازی آس میلان بهتر و بهتر شد. اونا بازی بعدیشون جلوی اینتر میلان بود، دربی دلامادولینا، حساس ترین دربی برای میلانیا، که در نهایت تونستن اون بازی از اینتر رقیب دیرینه‌شون ببرن، که واقعا من خودم تعجب کردم، اصلا روی میلان حساب نمی‌کردم که بخواد اون بازی رو در بیاره. بعد از اون هم میلانیا تونستن بازی بعدی خودشون جلوی لچه رو هم 3-0 ببرن، بازم یه نمایش خوب داشتن و در حال حاضر رتبه سوم سری آ دارن بعد از شروع خیلی بدی که داشتن. و این بازی به نظر من قرار نزدیک و هیجانی باشه. چرا؟ چون گفتم میلان شرطش بهتر شده، لورکوزن که کلا تیم خوبیه زیر نظر ژابی آلونسو، به خاطر همین من میرم برای نتیجه 3-2 به نفع لورکوزن. این بازیشون قراره که تو خونه لورکوزن برگزار بشه، به نظرم تاثیرگذار خواهد بود. قطعا جو وحشتناکی که بای آرنا خواهد داشت به کمک شاگرد آقای آلونسو خواهد اومد مطمئنم. بعد استریم 3 ساعته بشینی پای وی هم میشه دید چی دارم میگم. بریم سراغ بازی دیگر، نماینده شهر میلان، اینتر میلان در مقابل ستاره سرخ بلگراد. خب ستاره سرخ هم حتما توی سال قبلی به گوشتون خورده، یکی از تیم‌های قدیمی اروپا و تیمی که سابقه قهرمان شدن توی لیگ قهرمانان اروپا رو هم داره. اونم به عنوان بهترین نماینده سربستان پا به این رقابت‌ها گذاشتن و در حال حاضر هم با 25 امتیاز صدرنشین لیگ خودشون هستن. ستاره سرخی هم توی هفته اول چمپیونز لیگ مقابل بنفیکا بازی کردن که بازی رو 2-1 به این تیم باختن. اما این ستاره سرخ یه بازیکن داره که میتونه خیلی خطرناک باشه برای حریفاش، آقای اندیای، مهاجم نوک سنگالی این تیم، در حال حاضر 7 گل برای این تیم توی 9 تا بازی به ثمر رسونده و مهاجم خیلی خطرناکی. اون طرف هم اینتر میلان کبیر داریم که خیلی از جمله خود من داره ناامید میکنه این فصل. اینتریا تو هفته اول رقابت‌ها تونستن مقابل منسیتی توی اتحاد بازی 0-0 مساوی کنن. خب اون بازی هم مشخص بود اینتر واقعا برای مساوی و نباختن رفته بود. بعد از اونم که گفتیم رفتن دربی رو به میلان باختن که خب قطعا روی رویشون خیلی تاثیرگذار بود و البته بهشون برم خورد، چون توی بازی بعدی خودشون مقابل اودینزه بازی رو بردن ولی بازم به سختی 3-2 اون بازی رو بردن. و در حالی که خیلی از جمله خود من فکر می‌کردن که اینتر امسال یکی از تیم‌های پرقدرت و با صلابت چمپیونز لیگ باشه، فعلا مثل اینکه شرطش خیلی خوب نیست و واقعیتش هم دلیلش رو نمی‌دونم چرا. شاید انتظارات زیادی ما از اینتر داریم، نمی‌دونم واقعا، ولی خب اونا بازیکن‌های خوبی دارن، مربی خوبی هم بالا سرشون هست، شاید بتونیم بگیم بدشانسی، شاید میگم انتظارات بیش از حد از این تیم ما خیلی روی اینتر حساب کردیم. اما به نظر من اینتر این بازی 4-1 از ستاره سرخ میبره. از اونجایی که ستاره سرخ تیمی نیست که واقعا بخواد اینتر اونجوری اذیت کنه، من فکر میکنم که میتونه بغض اینتریا توی این بازی بترکت، به خاک و خون بکشن بلگرادو. بریم سراغ بازی بعدی، یه بازی که اصلا قابل پیش بینی نیست. اسلاوان براتیسلاوا در مقابل منچستر سیتی. خب براتیسلاوا نماینده کشور اسلوواکی توی رقابت‌های چمپیونز لیگ امساله. این تیم برای اولین بار توی تاریخ خودش توی چمپیونز لیگ شرکت کرده امسال. و اولین بازی اونا توی چمپیونز لیگ هم اصلا خوب پیش نرفت. اونا از سلتیک 5 گل خوردن. شما فکر کن سلتیک خودش، معذرت می‌خوام دید بقیه تیماست اینجا رو بوزن. بعد سلتیک اومده به اینا 5 تا زده، ببین اینا دیگه چقدر داغونه. البته ناگفته نموند، اونا توی لیگ خودشون وضعیتشون خوبه. فعلا رتبه اولو دارن با 21 امتیاز. و از اون طرف منچستر سیتی رو داریم، قهرمان سال گذشته لیگ برتر انگلستان، که در حال حاضر رتبه دومو داره. سیتیزن ها هم گفتیم دیگه، توی بازی اول خودشون شاگردای آقای گواردیولا مقابل تیم اینتر تونستن بازی رو مساوی کنن. بازی خیلی سختی بود براشون. بعدش مقابل آرسنال بازی کردن، یه بازی سخت دیگه که اون بازی رو هم مساوی کردن و توی دقایق آخر موفق به انجام این کار شدن. و بعد از اون هم دوباره توی لیگ انگلیس یه بازی سخت دیگه داشتن مقابل نیوکاسل که اون بازی رو هم مساوی کردن. نکته‌ای که در مورد سیتی هستش، توی چند هفته اخیر دوتا از بزرگترین فوتبالیست‌های جهان یعنی رودی و کوین دی بروینه رو به خاطر مصدومیت از دست داده پپ گواردیولا. و خب البته که من همچنان فکر می‌کنم که شانس اول قهرمانی توی لیگ برتر انگلیس من سیتیه و توی چمپیونز لیگ هم مطمئناً حتی اگه رودی و دی بروینه نداشته باشن یکی از شانس‌های اصلیه، چون که سرمربی این تیم پپ گواردیولاست، کسی که همیشه موقعی که فکرشو نمی‌کنی یه بگرو می‌کنه. پیش بینی من از این بازی هم اینه که من سیتی 5-0 براتیسلاوای بنده خدا رو میبره. قشنگ از اون بازی هست که ببین هالند میتونه آمار گل زده خودش رو ارتقا بده. بریم برای یک بازی کلاسیک و جذاب دیگه، استون ویلا
در مقابل بایرن مونیخ. خب این بازی چرا یه بازی کلاسیکه؟ چون این دوتا تیم یه بار توی فینال لیگ قهرمانان اروپا جلو هم دیگه بازی کردن. توی فصل 1181-82 بایرن استون ویلا توی فینال مقابل هم دیگه قرار گرفتن که در نهایت اصلا گونم تیم قهرمان شد. درست می‌کردی استون ویلا. و خب توی تمام این سال‌های گذشته خیلی کمتر پیش میومد که یه تیم مثل استون ویلا بیاد به چمپیونز لیگ و جلوی بایرن مونیخ بازی کنه. و به خاطر همین بایرنیا خیلی صبر کردن تا بتونن یه روزی انتقام اون بازی از استون ویلا بگیرن و حالا این فرصت براشون پیش اومده. البته کار خیلی سخت دارن چون بازی توی خونه استون ویلا است، توی خاک انگلیس. شاگردای آقای اونای امری توی این فصل فعلا رتبه پنجم لیگ برتر انگلیس رو دارن. توی آخرین بازی خودشون هم مقابل ایپسویچ تن بازی رو 2-2 مساوی کردن. اون طرف اما بایرن آماده ونسان کمپانیا داریم، سرمربی بلژیکی این فصل تیم بایرن مونیخ که گفتم بازی آخرش مقابل لورکوزن یه بازی فوق‌العاده حساس و نزدیک انجام دادن که بازی هم 1-1 مساوی شد. ولی از من بشنوید، بایرن خیلی خوب تو اون بازی بازی کرد. جالبه براتون بدونید که رتبه بایرن در حال حاضر توی جدول چمپیونز لیگ به خاطر اون برد 9-2 مقابل دینامو زاگرب و تفاضل گل وحشتناکی که ایجاد کردن رتبه 1 داره و اون طرف استون ویلا به خاطر برد خوبی که جلوی یانگ بویز به دست آورد رتبه 5 داره. خب گفتم این بازی از لحاظ زیادی حساسه و مطمئنم که بازی جالبی خواهد بود، چون اون طرف اونای امری رو داریم که همیشه فوتبالای زیبایی ارائه دادن تیم‌هایی که زیر نظر هدایتش بودن. این طرف هم بایرن ونسان کمپانی رو داریم که به عنوان هوادار بایرن واقعا بعد از یک سال دارم لذت می‌برم از تک تک بازی‌هایی که دارم از تیمم می‌بینم. ان شاءالله که بایرن، من میگم این بازی 2-1 از استون ویلا می‌بره. من فکر می‌کنم که یه بازی خیلی پرفشار باشه، یه بازی که خیلی شکننده باشه، یعنی یه اشتباه ممکنه کار تیم عریفو بسازه و در نهایت واقعا امیدوارم که بایرن بتونه از پس استون ویلا چقدر بر بیاد و توی خاک انگلیس ببره. تو خاک انگلیس بردن برای تیم آلمانی یه چیز دیگه است. بریم سراغ بازی یه دونه با آخر، یوونتوس در مقابل آر بی لایپزیگ. خب این بازی نبرد دوتا از تیمای خوب فوتبال آلمان و یوونتوسه. یوونتوسی با آقای تییاگو موتا تونستن توی هفته اول چمپیونز لیگ 3-0 رقیب خودشون رو شکست بدن و یه بازی خیلی خوب ارائه دادن. توی آخرین بازی خودشون هم جلوی جنوا توی سری آ تونستن 3 تا گل دیگه بزنن و اون بازی رو هم 3-0 بردن. و این نکته که خیلی توی تیم یوونتوس داره نمود پیدا میکنه اینه که خط دفاعشون فوق العاده خوب و مستحکمه. اونا 6 تا بازی توی سری آ انجام دادن که هیچ گلی رو دریافت نکردن توی این 6 تا بازی. و توی همون بازی هم که گفتم 3 تا گل زدن به حریفشون که پی اس وی آینتوون بود، فقط یه دونه گل خوردن که اونم دقیقه 90 بود. خب این نشون میده که هر تیمی قراره این فصل جلوی یووه بازی کنه کار خیلی سختی داره برای اینکه بخواد دروازه این تیمو باز کنه. اون طرف هم آر بی لایپزیگ رو داریم، تیم سوم جدول بوندسلیگا تا اینجای کار. لایپزیگ توی هفته اول چمپیونز لیگ یه بازی خیلی سخت و توی خونه اتلتیکو مادرید داشتن که اون بازی هم 2-1 باختن. اما اینو نباید فراموش کنیم، لایپزیگ همون تیمیه که تونست لورکوزن شکست ناپذیر بوندسلیگا رو توی هفته اول بوندسلیگا این فصل شکست بده و اگه تونست این کارو بکنه به نظر من میتونه هر تیم دیگه ای رام ببره. به خاطر همین من میرم برای نتیجه 2-1 لایپزیگ جلوی یوونتوس. نمیدونم چرا خیلی کرمم گرفته یوونتوس رو ببینم شکست میخوره، دوست دارم ببینم باختشو، ببینم تاخیر که نه دوست دارم ببازه، نمیدونم چرا. و برسیم به بازی آخر، لیل در مقابل پادشاه این رقابت ها رئال مادرید. خب در مورد لیل صحبت کنیم، تیمی که توی هفته اول چمپیونز لیگ مقابل اسپورتینگ لیسبون قهرمان سال قبل پرتغال قرار گرفت و این بازی 2-0 باخت. لیل در حال حاضر با 10 امتیاز رتبه پنجم دیگه فرانسه رو هم مال خودش داره. یه بازیکنی هم که از تیم لیل حتما باید رئالی حواسشون بهشون باشه جاناتان دیوید، مهاجم نوک کانادایی این تیم که این فصل نصف 5 گل برای لیل بزنه و مطمئنا دیوید و بقیه بازیکن‌های لیل انگیزه‌های خیلی زیادی توی خونه خودشون مقابل بهترین تیم رقابت‌ها دارن. اما از اون طرف رئال مادرید رو داریم که توی 6 تا بازی آخر خودش همه رو برده بجز بازی آخرش در مقابل اتلتیکو، بازی که همین چند دقیقه پیش تمام شد که داشتیم استریمش رو با هم دیگه می‌رفتیم و در نهایت به جنجال زیادی کشیده شد. رئال توی هفته اول چمپیونز لیگ مقابل نماینده آلمان یعنی اشتوتگارت قرار گرفتن که تونستن این بازی 3-1 ببرن. این بازی هم یکی از اون بازی‌ها بود که به رئال انتقاد زیادی وارد شد که هنوز خیلی شفت و بست و خوب نمیتونن همدیگه رو پیدا کنن توی زمین و هنوز نبودن بازیکن مثل تونی کوروس واقعا توی تیم به چشم میاد. ولی با این حال من باز میگم که رئال این بازی 3-1 از لیل میبره. درسته که لیل میزبانه و اونا انگیزه زیادی دارن، ولی نباید فراموش کنیم رئال پادشاه اروپای مدافع عنوان قهرمانیه و با وجود مهره‌ای مثل وینی و امباپه و رودریگو و بلینگهام بقیه ستاره رئال، به نظر من تجربه رئال خیلی بیشتر میچره به انگیزه و جوونی تیم لیل. دمتون گرم که ویدیو تا اینجا دیدین، لایک یادتون نره و حتما توی کامنت ها پیشنهاد خودتون رو بنویسید. فعلا خدافظ.